تواب آرش پس از اینکه از فهیم فنا حمایتش را اعلام کرد، مورد سرزنش هواداران جمال مبارز قرار گرفت. حالا مردم تواب آرش را با حمایتش از فهیم فنا پشیمان کرده است. تواب آرش و کسانی که واقعا منطق آزادی بیان را نمی دانند پیام بسیار خوبی دارد. برای جزئیات دانستن این ویدیو لطفاً چینل را سابسکرایب کنید، همچنان علامت زنگ را فعال سازید تا هیچ یکی از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. در ادامه با اینفو تیوی همراه باشید. تواب آرش در تازه ترین پیامش می نویسد: عزیزان دل را هزاران درود مهر نثار باد. آیا نظر دادن جرم است؟ آیا آزادی بیان در افغانستان وجود دارد؟ و آیا کسی چیزی را به نام آزادی بیان می شناسد؟ البته جدن از عزیزانی که همیشه با کومنت های پر از محبت به من انرژی می بخشند ممنونم. چند روز پیش من حمایت خود را از فهیم فنا اعلام کردم، چون از دیدگاه من جوان با استعداد است و بدون شک جمال جان مبارز و منصور جان جلال که خیلی هم جوان است و به حد زیبا می خوانند خیلی ها دوستشان دارم. چرا وقتی من از یک اشتراک کننده حمایت می کنم این ملیت و قوم پرستی حساب می شود؟ لطفاً عزیزان من بیدار شوید. قرن 21 است. مردم دیگر کشورها به کجا رسیدند و ما تا هنوز یکی دیگر خود را به ملیت و قومگرایی محکوم میکنیم. چرا؟ حمایت من از فهیم فنا به این معنا نیست که من جمال مبارز را دوست ندارم. جمال مبارز مثل فهیم فنا و منصور جلال در قلب من جایگاه خاص خود را دارد. بیایید تا آزادی بیان را نهادی نسازیم و به نظریات یکدیگر احترام قائل شویم. بدون شک از این یکی از راه‌های پیشرفت ما و افغانستان عزیز ماست. نظریات شما عزیزان برای من یک دنیا ارزش دارد. نوت: هر کس که دعوت دشنام بدهد و یا خارج از چوکات حرف بزند و زودترین فرصت بلاک می شود. به امید نهادینه ساختن آزادی بیان و احترام به یکدیگر. با احترام، تواب آرش. دوستان عزیز، قبلا که ویدیو را در مورد تواب آرش برایتان از این چینل پخش نمودهیم، می توانید آن ویدیو را همچنان تماشا کنید و در آخر فراموش نکنید چینل را سابسکرایب کنید، همچنان علامت زنگ را فعال سازید تا هیچ یکی از ویدیوهای آینده ای ما را از دست ندهید. تشکر از توجهتان. تا ویدیو بعد، گل لبخند بر لبانتان.